نشست علمیه روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 22 محرم سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با تفاوت استغفار و توبه فرمودند: در استغفار فقط خداست که عیوب و گناهان انسان را می پوشاند، اما در توبه هم انسان به سوی خدا و هم خدا به سوی انسان باز می گردد. معظم الله در تشریح مفهوم استغفار فرمودند: استغفار برگرفته شده از غفران به معنای ستر و پوشاندن است و در زبان عربی به کلاهخودی که در جنگ بر روی سر گذاشته می شود مغفر گفته می شود، چرا که به وسیله آن از اصابت نیزه و شمشیر به سر جلوگیری می شود. ایشان در ادامه فرمودند: معنای استغفار هم ستر و پوشاندن است، به گونه ای که ما از خدای متعال درخواست می کنیم که عیوب و گناهان ما را بپوشاند و از آنها درگذرد، چرا که در روز حساب و هنگام عقوبت مردم متوجه گناهان و عیوب ما می شوند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با مفهوم توبه فرمودند: توبه به معنای بازگشت است و هم در رابطه با خدا و هم انسان به کار می رود، همان گونه که در ادعیه آمده که خدایا من به سوی تو بازگشتم، تو هم به سوی من بازگرد. لذا فردی که توبه می کند در حقیقت می گوید که خدایا من پشیمان شدم و از گناهان خود بازگشتم، تو هم به سوی من بازگرد. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. توبه تابه یعنی رجعه، یعنی شخصی که گناه کرده میگه خدایا من پشیمون شدم، من برگشتم از اون گناهی که کردم، خدا تو هم برگرد به من. لحالا توبه هم به انسان نسبت داده میشه هم به خدا. و توب علی، اللهم اغفر لی و توب علی. اما غفران نسبت به خود انسان داده نمیشه، نسبت به خداست. یعنی هیچ وقت نداریم ما مثل توبه خدایا من توبه کردم تو هم توبه کن. توبه کردم یعنی من برگشتم از گناه، تو هم برگرد از این که بخوای مرا عقوبت کنی. اما استغفار نه، از خدا درخواست ستر میکنه، اون کار خداست فقط. فرقش اینه، یعنی یکی از فرقاست.